نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگرد عزیز، خوش آمدید. امید که همتان خوب و صحتمند باشین و درس هایتان را به صورت منظم و دقیق تعقیب کنین. از زکوونکو تاسو خیلی هستی؟ خوب استادی. خیلی راغلی ای؟ مننم استادی. چه تاسو هم روغ او جوری ای؟ نو چم تویی چنه ننه الوست پیل کرو؟ خوب استادی. گران از زکوونکو مگنان دلسم طولگی ده دری مزمون لولو. چه زمانگ ده ننه الوست عنوان ده حافظ شیرازی. شاید تاسو ده حافظ نو مو دیر او ری دلوی یا هم پا تیرو طولگوی که مو ده دری پا مزمون که ده سی دیر شیرون الوستی وی چه ویلی دی چه ده شیر ده چه ده ده حافظ ده. پنه ننه الوست که با مون پا کامل شکل سره ده حافظ شیرازی پا حکلا معلومات ترلاسه کرو. خو مخکل دی چه لارشو او ننه الوست پیل کرو یا ولنده کتنه پا تیر الوست کو. ده چه پا تیر درسی جلسه که مون سشه الوستیو. شاگردای عزیز، اگر شما با یاد داشته باشین در جلسه قبلی ما موضوعی را داشتیم زیر عنوان کریمتر از حاتم تایی، یعنی یک حکایت و یا هم یک داستان را از حاتم تایی خواندیم. بر علاوه از این موضوع بخش آیین انشا و نگارش هم داشتیم که در بخش آیین انشا و نگارش ما ارکان نگارش شناختیم که ارکان نگارش کدام ها بودن شاگرد عزیز؟ ارکان نگارش عبارت از مقدمه، آغاز مطلب، شرح و بسط و همچنان نتیجه بود که عبارت از ارکان نگارش است و هر وقت که ما یک متن را می نویسیم و یا هم نگارش را انجام می دهیم باید این ارکان را در نظر بگیریم. زکوونکو داو زمانگ ده تیر لوست موضوع. نو تاسو پا تیر لوست که کما پختنه نلره؟ نو استادی. یعنی ده تیر لوست موضوعات مو بسامتو گسته کریم. زمونگ ده ملاتر لپاره ده بیگم اکادمیک چینل لزان سرا سبسکرایب کری، بیا ده شرنگانه ترنی که کاغی ترسو زمونگ طولو درسی ویدیوگانو تا لسرسی ولری او لحاغو سخا برخمن شی. نو چه پا تیر لوست که کما پختنه نلره اس رازو اخبل ننه لوست پیلو. شاگرد عزیز، مثل همیشه در درس امروزی ما اهداف درس داریم که هدف درس امروزی ما درست خواندن متن درس است. بتانه متن درس امروزی خودا به صورت درستش بخوانیم. برای علاوه از این حافظ شیرازی را بشناسیم. یکی حافظ شیرازی کی بود؟ چی کارهایی را انجام داده بود؟ و همچنان لغات جدید هم داریم که باید معنای این لغات جدید یاد بگیریم. این موضوعات است که در جلسه امروزی روش صحبت میکنه و معلومات حاصل میکنیم. نور عزیز دکوونکو چخ پلوست پیل کو. ده تلپشان زلوست تست الولمه تاسو ارتا دقت وکری چطور سو ده کلمات درست تلفظ سکری او سر بیر پردی ده حافظ پا حکل هم معلومات تر لسکری. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. وی ده حافظ ده حال سخن، یا هم ده حافظ به شعر به حق شخص بویگی، یا هم حق کس بویگی چه ده حافظ سخن خبر رسیگی، او هم درنگ ده سخن گفتن یا ده درید خبری کول سره یا هم ده درید ادبیات سره آشناوی. دقیقا زده کون کو هم ده خبر ده. نو دلوست اصلی موضوع تبلر شو. شاعر شیرین سخن و بلبل غزل سرای بوستان ادب فارسی دری خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، مشهور به لسان الغیب، فرزند بهاءالدین محمد، از نادره های روزگار و نوابغ شعر و ادب است که در آسمان پرستاره ادبیات جهان همچون خورشید می درخشد و روشنایی بخش راه دوستداران علم و ادب است. حافظ که سال تولدش را به درستی نمی دانن، اما در اوایل قرن هشتم که بین سالهای 701 تا 726 هجری قمری تخمین می زنن، در شهر شیراز به دنیا آمد. دوران کودکی خیش را با تنگ دستی سپری کرد. از این رو همین که به سن رشد رسید به خاطر تأمین معاش به کار روی آورد و در نانوایی محله خیش به خمیرگری مشغول شد. حافظ نسبت علاقمندی که به علم و ادب و تحصیل داشت، علاوه بر این که در نانوایی کار می کرد به تحصیل علوم مختلف چون زبان عربی، عرفان و حکمت و علوم ادبی پرداخت و با ذوق شعری خاصی که داشت به سرودن شعر آغاز کرد.
و اشعار خود را نزد قوام الدین عبدالله و میر سید شریف گرگانی میخواند. علامه گرگانی او را به تدوین اشعارش تشویق میکرد تا بالاخره در غزل استاد شد. همتم بدرقه راه کنه طایر قدس، که دراز از ره مقصد و من نو سفرم. خواجه از جمله کسانی بود که در جوانی قرآن را حفظ داشت و نیز به علت تسلطی که به علوم قرآنی داشت لقب حافظ را به او دادند. به قول خودش و در مورد کلمه خواجه که به او اطلاق می شود نیز باید گفت، در عصر حافظ بزرگان ممتاز را خواجه می نامیدند، لذا او را نیز خواجه شمس الدین محمد حافظ می خواندند. اش قد رسد به فریاد گر خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. حافظ توانست مزامین عرفانی و عشقی را به نحوی در هم آمیزد که از دو شیوه غزل، عارفانه و عاشقانه، سبک واحده با وجود آورد. ترکیبات را که حافظ در اشعار خود آورده تازه و بدی و بی سابقه است و حافظ در ساختن این ترکیبات نهایت قدرت و کمال ذوق و لطف طبع خود را نشان داده است. به هر حال غزل حافظ از جمله نمونه های بسیار خوب سخن است. حافظ آنچنان هنگام سرودن در مبدأ هستی غرق می شد که خواننده را نیز با خود تا اوج آسمان ها می برد. ابیات زیر اشاره به پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی است. ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. از حافظ تا اکنون که گفتیم جز یک دیوان مشتمل بر کمتر از 500 غزل، چند قصیده، یک ساقی نامه در قالب مثنوی و چند رباعی و قطعه پراگنده در دست نیست. با این حال مرتبه شاعری حافظ را تنها غزلیات او مشخص می کند. سرانجام خواجه در سال 791 هجری قمری دیده از جهان فروب است و آرامگاهش در شهر شیراز زیارتگاه خاص و عام است. بر سر تربت ما گرگزری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سربیره پردیس دکوون کو منگ ده حافظ ده کلام نمونه هم لرو تاثر تا دقت وکری. یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ‌پی کجاست؟ خون چکید از شاخه گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک و مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ لعل اسکان مروت بر نیاید سال هاست، تابش خورشید و سیع باد و باران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افگندن، کس با میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد؟ چه سکون کو حافظ ده شعر ده دوستی ملگرتی و صمیمیتون رو پا حکل ویله ده. نوسر از او ده حافظ پا حکل معلومات ترلاسه کو. گرانو زکوون کو حافظ شیرازی د لسان الغیب په نامه هم مشهور ده، یا هم د دې لقب لسان الغیب هم وو، چې دا د بهاءالدین محمد زوی وو. سربیره پر دې زکوون کو حافظ په ادبیاتو کې ډیر د لوړ مقام خاوند ده. په دقیق شکل د حافظ د زیږیدنې نیټه یا هم همغه کال مشخص نه ده، خو ویل کیږي چې د 201 نتر 206 هجری قمری کې د شیراز په ښار کې زیږیدلی ده.
حافظ خپل د ماشوم توپ یا هم خپل د کوچنیوالی د دوره ډیر په تنگ دستی یعنی په فقر سره تیر کړله. خو کله چې د دې سنت ورسیدل یا هم کله چې هغه سنت ورسیدل تر څو کولای شي چې دا کار وکړي او خپل ځان ته همغه مقدار پیسې یا هم خپل خرج پیدا کړي، نو دا په یونان وایي کې په کار کولو یې پیل وکړ. سربیره پر دې زده کوونکو حافظ علم و ادب و تحصیل سره ډیره مینه درلود او مختلف علوم یې زده کړل، لکه عربي، عرفان، حکمت او ادبي علوم یې هم زده کړل او همدارنګه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم وکړ. حافظ د هغه ځوانانو له ډلې څخه و چې د ځواني په دوره کې قرآن حفظ کړی، یعنی د حافظ په نامه د دې لپاره هم مشهور دی. خو د خواجه لقبې ولې پیښه ده زده کوونکو؟ ځکه چې د حافظ په دوران کې هغه کسان چې ډیر غوړ و، هغه کسان چې ډیر ممتاز و یا هم هوښیار و یا د لوړې مرتبې درلودونکي و، هغې ته به د خواجه لقب ورکول کېده. همدارنګه زده کوونکو حافظ عرفانی او عشقي مضامین یې داسې یو د بل سره یو ځای کړل چې له دغه دوه شیوو څخه یې یو واحد سبک رامنځته کړ او همدارنګه یوه نوې مرحله یې په ادبیاتو کې رامنځته کړه. حافظ مختلف شعرونه ویلي دي، مختلف موضوعات یې خپل د شعرونو په واسطه وړاندې کړي دي او سربیره پر دې د حضرت محمد مصطفی په وصف کې هم شعرونه ویلي دي چې د دغه شعرونو له ډلې یا هم د نمونې څخه مونږ کولی شو ووایو چې ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، وی په دغه آسمان کې یو ستوری وځلیدل چې د مجلس سشی شو، د مجلس روښنایی شو یا د مجلس سپوږمۍ شو. همدارنګه زموږ دغه بیزه شوی زړه ته دا انیس مونس همدم یعنی دوست یا ملګری شو. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. ویز ما هم دغه نگار، نگار سوک ده حضرت محمد ده. ویز ما دغه نگار یا زما دغه دوست یا ملگره چه ده مدرسی تا نده تله، یعنی مکتب تا تله انده الوستولو لیکلی حال تا نده زدکره، خوی یو سترگو پر اب بنده سل استادانو تا ده درس ورکنی. چه بالاخره حافظ شیرازی په کال 1199 کې سترګې د نړۍ څخه پټې کړلې او د شیراز په ښار کې دا خاورو ته وسپارل شو. نو اوس راځو زده کوونکو شعر ته، دا چې د کلام نمونه مو ورته ولوستله، نو همدغه کلام نمونه کې یا هم په دغه شعر کې د حافظ مقصد او مطلب څه شی و؟ وی یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستاران را چه شد؟ وی زه پچا که دوستی نگورم، زه پچا که ملگرتیا نگورم، دا یاران دا دوستان سشول، دغه ملگرتیا یا همه کسان چه دغه ملگرتیا خوخوله دوی سشول. آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخه گل، باد بهاران را چه شد؟ وی همدارنگه آغا ها به حیات چه ورته ویل که آغا آب حیات بسه چه حضرت خضر گرزیده لحقه و بسه شوله، یا هم ده هم دغه بوتو ده دغه شاخو سخه یا هم دغه خاخونو سخه چه دغه وینی ساس کی ده بهار سشو، یعنی ده پسرله موسم سشو. وی هسوگ دانوی چه دغه حق دو دوسته، هغه حق شناسان سشول، هغه حق شناسان بچه دیارانو حق پیجندله. همدارنگه شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، دغه زه دغه تاتوبه دغه دیار دیاران و زه و دو دوستی و دو صمیمیت زه و مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ وی دغه مهربانی دغه دوستی دغه درسوی دغه کل ختم شو، دوستان سشول. او سربیره پردیز دکون کو پاتی برخی یا هم پاتی بیتونه باید تاسو مانا کوی، نو ده همدی لپاره چه تاسو وکولشی پسامتوگا دغه برخی مانا کری، بعضی لغتونه می تاسو تبیرو نویس کری چه تاسو کولشی ده هم دغه لغتونه پوسته پاتی برخی مانا کری. مروت یعنی مردانگی یا هم میران از دکون کو. اندلیب یعنی بلبل. انیس سخه و مقصد سشده، انیس یا مونس، همدم یعنی ملگره یا دوست، بدرقه یعنی راهنمایی یا لارخونه، تایر یعنی الوتون که ازدکون کو، قدس یعنی پاک، تربت هم قبر. نوسته کوون کو تاسو ده همدغ لغاتو پزدکول و سرکول شی چه دننانی لوست شیر پسامتوگا معنا کنی.
کومه پوښتنه یا سوال نه لري؟ نه استاد. سمره خا چې تاسو د نننی لوست موضوعات په سمه توګه زده کړی. نو چې کومه پوښتنه نه لري اوس راځو خپل نننی لوست خلاصه کوو. دا چې کوم مهم ټکی موږ په نننی لوست کې ولوستل او زده کړل. ګرانو زده کوونکو، موږ په نننی لوست کې د حافظ شیرازی په حق معلومات ترلاسه کړل. یکی شاګرد عزیز حافظ شیرازی کی بود؟ برعلاوه از این موضوع معنای لغات جدید هم یاد گرفتیم. این موضوعات بود که در جلسه امروزی روش صحبت کردیم و معلومات حاصل کردیم. نوست رازی چه کورانه دنده تلار شو؟ در چه زمانگ دنه ننیل وست کورانه دنده شده. شاگرده عزیز لغات را که به شما بیرون نویس کرده بودم شما باید به لغات جملات مناسب بسازید. یعنی در جملات مناسب این لغات استفاده کنید. برعلاوه از این موضوع زندگی نامه حافظ شیرازی را به صورت خلاصه در کتابچه هایتان بنویسید تا که ما بفهمم چقدر از جلسه امروزی شما معلومات و موضوعات یاد گرفتید. درس امروزی ما در همین جا پایان میرسه. با امیدی که موضوعات درس امروزی را به صورت درستش یاد گرفته باشید. دبل درس لپیلوراندی لنده دماغلو.